أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دكتور صايباي عزيز. لکچر هشتمم در مورد لشمانیاست. با تعقیب هفت لکچر دیگه ما امروز سر لشمانیا بحث میکنیم. لشمانیا چگونه مرض است؟ چگونه ما میتونیم او را تشخیص کنیم؟ چگونه تداعی میشه و چگونه میتونیم خود را ازش وقایه کنیم؟ اول لشمانیا. خود جنس لشمانیا شامل چهار گروه بزرگ پتوجن ها می شود. یعنی خود لشمانیا چهار گروه بزرگ پتوجن دارد. درست است؟ یعنی پتوجن های لشمانیا چهار دانه هستم که بزرگترینش لشمانیا دونوانی، لشمانیا تروپیکال، لشمانیا مکسیکینو، لشمانیا برزیلینس می باشد. هر کدام از این چی دارد؟ از خود امراض را از خود مرضی ها است که توسط ارگانیزم های مختلفی یا پتوجن های مختلف ای به وجود میاد. لشمانیا دونوانی یا لشمانیای حشوی. امروز سر از لشمانیای دونوانی یا حشوی ما بحث میکنیم. لشمانیای دونوانی که به نام لشمانیای حشوی هم یاد می شود یا لشمانیا بسیرا هم یاد می شود. این لشمانیا عامل سببیش که است مرض کالازار است. کالازار یعنی خود لشمانیای دونوانی باعث به وجود آمدن کدام مرض می شود؟ باعث به وجود آمدن مرض به نام کالازار می شود. درست است؟ و این مرض کالازار به نام چی هم یاد می کند؟ لشمانیای دونوانی یا لشمانیای حشوی هم یاد می کند. مشخصاتش چیست؟ خود لشمانیا یک ارگانیسم است که توسط چی به وجود میاد؟ که توسط یک مگس به نام سندفلای به وجود می آید. درست از دوران حیات لشمانیای دونوانی در داخل خود مگس سندفلای که بنا سند خودش چی را میگه در انگلیسی اینمی ریگا میگه و فلای کست مگس میگه بران در لشمانیای حشوی کست در لشمانیای دونوانی چی میشه توسط سندفلای کست ای به وجود می آید. سندفلای کست ناقل ای مرض می باشد. درست است؟ و همچنان پستانداران مختلف هم که هستن یا رودانت های مختلف هم باعث چی می شود؟ باعث این مرض می شود. یعنی اینمی لشمانی دونوانی در کجا زندگی می کند؟ در سندفلای زندگی می کند، در پستاندارای مختلف، در سگ ها که هسته و دیگر رودانت ها که هسته یا همی اینمی حیوانات بلعه کننده هسته. اینها در داخل اینها زندگی می کنند و آنها مخزن انتان می باشند. یعنی اینها که هستند چی می کنند؟ مرض را به دیگر انسان ها منتقل می کنند، منتقل می سازند. دیگر اینمی مگس های چرا مگس های سندفلای مشخص باعث به وجود آمدن این مرض میشه؟ بخاطر مگس های سندفلای که هست جنس مؤنثش، فقط جنس مؤنثش باعث این مرض شده میتوانند. بخاطر از اینکه اینها از مواد غذایی و از خون انسان به حیث مواد مغذی استفاده میکنند و همچنان بخاطر پخته شدن تخمه های جنس مؤنثش که هست اینمی خون انسان ضرور میباشد. بنابراین اینها وقتی که اینها از خون انسان تغذیه میکنند، بنابراین اینها باعث انتقال مرض به انسان می شوند. زمانی که سندفلای که هستم یک شخص منتن را یا یک میزبان منتن، اگر حیوان باشد، اگر انسان باشد، هر چیز که باشد، اگر یک کدام پستاندار دیگر باشد، اگر او را می مکد، در این صورت چی که می باشد اینها از وجود انسان اینمی مرض را می گیرد و این مرض که از داخل وجودشان توسط ماکروفاژ های هاوی که به نام مستگوت می باشد، یعنی در وجود انسان اینمی مرض که است توسط ماکروفاژ های اینها بلع شده می باشد. ماکروفاژ های عبارت از حجرات خون می باشد که اینها چی می کند؟ انتان را بلع می کند، بعد از او را تجزیه می کند و لایز می کند. اما وقتی که این مرض را این ارگانیسم را بلع کرد، در داخل خود او را نگه می دارد. بنابراین اینمی ماکروفاژ وقتی که توسط وقتی که خونی که توسط اینمی مگس توسط شخص منتن، یعنی از شخص منتن امی مگس خون منتن را می مکد، بنابراین در داخل خون امی مکروفاژ هایی که حاوی امستیگوت ها است اینها هم وجود می داشته باشند. بنابراین اینها امی امستیگوت ها را بله می کند و بعد از آن وقتی که در توسط سیستم معافیتی امی مگس اینمی مکروفاژ ها از بین برده می شود، امی مستیگوت ها که است اینها در امعای اینمی سندفلای آزاد می شود، در اونجا تکثر می کند و پرومستیکات ها تبدیل می شود و پرومستیکات ها که یعنی نسل دومش می باشد در معای مگس سنفلای تکثر می کند و بالاخره
چی به بلعوم این مگس مهاجرت میکند و در اونجا زندگی میکند تا وقتی که چی این مگس دوباره یک شخص سالم را بمکد بنان از طریق این چیش که است لعاب دهن اینها این لشمانی دنوانی دوباره داخل وجود انسان سرایت میکند و دوباره این سقل خود را تکمیل میکند. دوران حیات لشمانی دنوانی در عضویت سنفلای کاست تقریبا 10 روز می باشد. درست است 10 روز را در بر می گیرد و با زودی بعد از اینکه یک سنفلای منتن یک انسان را وخزن نماید باز امی پرومستگوت ها به صورت اینها به پرومستگوت ها تبدیل می شود و بالاخره پرومستگوت ها توسط مکروفاش ها بلع می شود و امی مکروفاش های بلع شده باز دوباره در داخل خور انسان مد جریان می داشته باشد تا وقتی که یک مگس بیاید و این می خون انسان را بگیرد و او را به شخص دیگر منتقل بسازد. دیگه وقتی که ما گفتیم اینمی مگس در داخل وجود انسان اینمی ارگانیسم در داخل وجود انسان توسط مکروفاژ گرفته می شود در اونجا به شکل مستگات ها اینها به شکل پرومستگات ها اینها زندگی می کنند در داخل حجرات خونش. وقتی که از حجرات خون آزاد می شود این نسل آزادش به نام امستگات ها یاد می شود. درست است اینها این امستگوت ها که میره این امستگوت ها به کجا حمله میکند؟ اینها به سیستم ریتیکول و اندوتلیال حمله میکند. سیستم ریتیکول و اندوتلیال کدام سیستم هستند که شامل اعضای میشوند که عبارت از کبد است، تحال است و مخ عظم است، شامل اینمی انساج میشد و همچنان عقدات لنفاوی است. اینها را مورد حمله خود و تهاجم خود قرار میدهند و در اونجا او را منتن میسازد و دوباره در اونجا تکثر میکند. و اینمی زمان دوران حیات اینمی لشمانی دنوانی زمان تکمیل می شود که مگس مکروفاش های دیگر های مستگات ها را بلع کند. این را براتون گفتم، یعنی در اینجا در تصویر من به شما این را تشریح می کنم که شما همه تان بفهمید. در اینجا این مگس هستم، این مگس چی می کند؟ در لعاب دهنش چی وجود دارد؟ اینمی خودش این مگس سندفلای است. در لعاب دهنش چی وجود دارد؟ در لعاب دهنش که است پرومستگات ها وجود می داشته باشه، یعنی او ارگانیسم لشمانیه دنوانی به شکل پرومستگوت یا استیج اولی حیاتش اینها وجود دارند. وقتی که اینها انسان را میمکد یا وخزه میکنند در این صورت از طریق لعاب دهنش اینها اینمی پرومستگوت ها داخل خون انسان میشود. درست است در داخل خون انسان گشود اینها خون انسان مکروفاژ میداشته باشند، این حجرات دفاعی میداشته باشند، این مکروفاژ ها میدوند اینمی ها را بلع میکنند، اینمی پرومستگوت ها را بلع میکنند. وقتی که اینها را بلع کرد به شکل امستگوت ها به شکل امستگوت ها اینها چی میکنن؟ زندگی میکنن، داخل حجرات سرخ و خون میشن. به شکل امستگوت ها که شدن بالاخره اینها تکثر میکنن، تکثر که کردن خود را زیاد یعنی خود را تعداد خود را زیاد میسازد. شما میبینین در اینجا شما میبینین این شکل پرومستگوت است که از اینجا از بخزه به وجود آمده است. در استیج سیومیش اینها به امستگوت ها تبدیل می شوند. این استوگل ها در داخل مکروفاژ های این مکروفاژ هستند، اینها را در داخل خود می داشته باشند. بعد از اون اینها چی میکنند؟ تکثر میکنند، خود چندین دانه میشود و بالاخره مکروفاش ها که هستند یعنی اینها در داخل مکروفاش ها خود را زیاد میسازند. وقتی خود را زیاد ساختند اینها پس دوباره به شکل پریمستگوت ها تبدیل میشود، یعنی از مکروفاش ها بیرون میشود. پس دوباره وقتی که خود در داخل خود انسان آزاد میشود، وقتی که این مگس دوباره انسان را میمکد، این حال این شخص است که مصاب مرض کالازار است. بنابراین وقتی که این داخل خونش که است مستگوت ها دوران می داشته باشد، این حال وقتی که مگس سندفلای می آید این انسان را می مکد، اینمی خود امستگوت هایی که مرض کالازار فقط در وجود اینمی سندفلای که هستن تکثر کرده می توانند و زندگی کرده می توانند. بنابراین فقط توسط امی مکس وقتی که انسان مکیده شد اینها در داخل چی می شوند؟ در داخل اینمی وجود اینمی مگس می شوند و در اونجا هم در داخل چیش که هسته در داخل مکروفاش های آنها وجود می داشته باشند که به شکل پرومستگوت ها هست. پرومستگوت هایش دوباره اینها چی می شوند؟ پاره می شوند. این پرومستگوت ها پاره می شوند. بالاخره اینها به امستگوت ها تبدیل میشن. امستگوت ها باز داخل وجود این اینمی سنفلای به این شکل برگ مانند می باشد که یک دانه فلاجیل هم می داشته باشد. بالاخره اینها تکثر می کنند، خود را چندین دانه می کنند، یعنی
انقسام میکنن، به چندین دانه تقسیم میشن، تکثر میکنن، بالاخره به کجا خود را میرسن؟ دوباره به غدوات لعابیه یا بلعوم اینمی خود مگس خود را میرسن و در داخل بلعوم مگس اینها زندگی میکنند. وقتی که اینمی مگس منتن دوباره انسان سالم را میمکد، پس دوباره اینها اینمی سیکل حیاتی خود را چی میکنن؟ تکمیل میکنن. اینمی سیکل حیاتی اینمی چی که هست؟ اینمی لشمانیه دونوانی در داخل خود مگس که هست، اینها تقریبا 10 روز را در بر میرن. در مدت 10 روز اینها اینمی پروسه را طی میکنن، ولی در وجود انسان اینها میتوانند هفته ها ماه ها در این جان ها زندگی کرده میتوانند. پاتوجنزیس و اپیدمیولوژی در لشمانیه حشوی که هست، اعضای سیستم رتیکول اندوتلیال که بیشتر ما گفتیم که کبد، دهال و ایتهال است. ساری که اینجا سهال آمده، دهال است و مخ عصب، اینها چی میشد؟ بیشتر مصاب میشود، یعنی سیستم دفاعی بدن را بیشتر مصاب میسازد. به خود کبد، دهال و مخ عصب شما میفهمین اینها سیستم های دفاعی هستند و همچنان عقدات لنفاوی. دهال مکروفاژ میداشته باشند، بنان اینمی چی انتانات بلع میکنن، وقتی که آنها را بلع کردن آنها را لیز میکنن، از بینش میبرن. دیگه بنابراین وقتی که اینها چی کردن؟ اینمی لشمانه دونانی وقتی که سیستم رتیکول اندوتلیال که سیستم معافیتی بدن ماست و را مصاب ساختن، بنابراین چی میکنن؟ معافیت انسان را پایین میارد. وقتی که معافیت انسان پایین آمد، اینها چی میکنن؟ شخص مساعد و انتانات میشه، زود مریض میشود، زود منتن میشود و همچنان چونها مخ عظم را مصاب میسازد، مخ عظم را که مصاب ساختن، بنابراین حجرات کافی خون تولید نمیشود، در نزد انسان کم خونی به وجود میاد، حجرات سفید خون تولید نمیشود، لوکیمیا در نسلشان به وجود میاد، یعنی کمبود حجرات سفید خون به نام لوکیمیا یاد میشود، یعنی سرطان های خون را به وجود میارد که از آن جمله لوکیمیا است. ترومبوسایتوپنیا را به وجود میارد، یعنی وقت یعنی اونمو پلتلت های ما که است که به خاطر تحصر خون به کار می رود، بنان انسان خونش تحصر نمی کند، ترومبوسایتوپنیا به وجود میاد و انسان تمایل به خون ریزی پیدا می کند و همچنان در نزد اینها که هستن، چون اینها چی می شود؟ توسط اینمی مقدار اینمی ارگانیسم ها توسط مکروفاژ های دهال بلع می شود، بنان حجرات زیاد تخریب می شوند. حجرات سر شما می فهمید که دهال قبرستان خون است، یعنی خون وقتی که پیر می شود می مرد و داخل دهال ذخیره می شود، بنان دهال بزرگ می شود، بنا تحال بزرگ میشن، یعنی هیپاتومیگالی در نزدشان به وجود میآید و همچنان دیگه چی میشود در نزدشان در خون این مرزان که هستن آی جی جی انتیبادی های آی جی جی که هستن در خون انسان بلند میرود و ملاحظه میرسد، اما اینمی انتیبادی های آی جی جی به مقابل این مرز ساخته میشود، ولی یعنی در اینجا یعنی رول محافظه کننده ندارد، انسان نمیتواند که محافظت بکند و مرز را از بین ببرد. دیگر این مرض خود کلازار که است، به معنای چی میشد؟ کالا در زبان هندی به معنای سیاه میباشد، از همون خاطر این مرض کلازار یعنی سیاهی از سیاهی گرفته شده است. در این مرض که است وجود انسان یعنی وجود انسان سیاه میشه، از خاطر این برنامه کلازار یاد میکنن. دیگر این مرض در کدام مناطق اندمیک است؟ اینها در مناطقی که این در 4 مناطق زیر یا اندمیک می باشد و یعنی زیاد یافت می شوند، یعنی به شکل اپیدمیولوژی در این مناطق یافت شده است، ولی خصوصیتش جداگانه می باشد. اینها در مناطق مدیترانه، شرق میانه، روسیه جنوبی و چین که هستند، اینها اصلا در سگها وجود می داشته باشند و روباها وجود می داشته باشند. سگها و روباهای این مناطق مدیترانه، شرق میانه و روسیه جنوبی و چین که هستند، این مرض از طریق سگها و روباها انتشار میکرد. در افریقا که است، در مناطق افریقایی که است، منبع اصلی انتان چی میباشد؟ مشها و گوشتخواران میباشد. یعنی اگر یک انسان در افریقا زندگی کند، مرض کالازار از طریق مشها و گوشتها و گوشتخوارانها که است به انسان منتقل میشود. و در هند و کشورهای مجاور آن که است و همچنان کنیا که است، منبع انتان باز فقط انسان ها میباشد، یعنی از طریق یک انسان به انسان دیگر آنها منتقل شده می توانند. دیگه در اینمی پرومستگات هایی که اینا یعنی در استیج پرومستگات ها که هستن، وقتی که اینمی انتان در استیج پرومستگات باشن، اینها داره یک فلاجیلم می باشه، داره یک فلاجیل که من مثل بیشتر من به شما نشان دادم، اینها اینجا شما نشان بتم اینه
این اینجا این ای شکل چی می باشد؟ این شکل پریمستگات هایش می باشند. در اینجا شکل پریمستگات هایش که هستن در امو انتان که در هند و در کشورهای کنیا یافت می شوند، در اینجا و این مرض که هستن شکل در اینجا شکل امستگات داره فلاجل می باشد، ولی در آنها که هستن در اما در در امو اینمی مرض که در کشور هند و چین پیدا می شوند، اینها باز پرومستگات هایش که هستن هم به این شکل برگمانند می باشد، داره یک فلاجل قدامی می داشته باشند و شکل امستگات هایش که هستن بدون فلاجل هستن. شما می بینین اینه شکل امستگات هست که فلاجل نمی داشته باشد، ولی شکل اینجا پرومستگات هست که بدون فلاجل می باشد، ولی اینجا امستگات هست که فلاجل می داشته باشد. ولی در هندوستان که اینها یافت می شوند اینها قضیه برعکس می باشد، شکل امستگات هایشان بدون فلاجل است و شکل پرومستگات هایش که هستن باز فلاجل دار می باشن. یافته های کلینیکی کدام اعراض و علائم می داشته باشد این مرض وقتی که یک شخص مصابه مرض کالازار باشد؟ یک این مریضان که است اولین عرضش یک تب می باشد که در نزد این مریضان یک تب وجود می داشته باشد. این تب که است متقطعه می باشد، یک ساعت تب می داشته باشد، یک ساعت نمی باشد، یا یک روز می باشد یک روز نمی باشد. این قسم یک تب متقطعه می باشد و در یعنی این مرض با یک تب متقطعه شروع می شود. در نزد مریض ضعیفی به وجود میاد، ضعیفی در نزد این مریضان به وجود میاد و همچنان زیای وزن در نزدشان به وجود میاد. در نزد این مرضان ضعیفی به وجود میاد و زیای وزن در نزدشان به وجود میاد. اینی اولین علامش، اینمی سه علامه کست اولین علامش است که مریض را مصاب می سدد. یعنی اولین وقتی که اولین بار یک شخص مصاب می شود علامه که در وجودش به وجود پیدا می شود، یکی تب متقطعه می داشته باشند، ضعیفی می داشته باشند و زیای وزن می داشته باشند. بعد از آن کستن در نزد چون این مرض می رود به تحال و تحال مصاب می شود، بنابراین در این مرضان کستن تحالشان به شکل کتلوی بزرگ می شود. درست است که یک علامه وصفی مرض می باشد. اینو براتون گفتم که چرا بزرگ می شود در سلایب را بر سرش بحث کردم. دیگه در نزد این مرضان که هستن چی به وجود میاد؟ هایپر پیگمنتیشن که هستن، یعنی تصبغ جلدی در نزدشان به وجود میاد. سیز یعنی کسانی که جلد روشن داشته باشن جلدشان تاریک می شود. درست است سیاهی در نزدشان وجود میاد. از ما خاطر این مرض را به نام کالازار من گفتم یاد میگیرن، چون پوست این مرضان سیاه می شود. دیگر با پیشرفت مرض رو به سیاهی می رود. دیگه سیر این مرض که است از ماها تا به سالها دوام می کند. می تواند که یک انسان چندین ماه مصاب این مرض باشد اما مرض علائم نداشته باشد، ولی وقتی که سال پوره شود باز در نزد این مرضان اعراض و علائم به وجود می آید. بخاطر است که این مرض بسیار خطرناک است چون خود را زود نشان نمی دهد. این مرضان که هستن ما گفتیم تبشان که هستن این مرضان اولین بار از یک تب شکایت می داشته باشن و این تبشان که هستن به شکل معند و دوامدار می باشن. درست است یعنی وقتی که سالشان پوره شد در روزهای اول وقتی که شخص مصاب می باشد شاید یک هفته تب داشته باشد، یک روز تب داشته باشد، یک روز نداشته باشد. بنابراین می تواند که یک هفته داشته باشد، یک هفته نباشد، که یک روز باشد، باز یک ماه تب نداشته باشد. یعنی تب متقطعه هستن. اما وقتی که این مرض به طرف مزمن شدن پیش رفت در این صورت در نزد مرضان تب به صورت دوامدار باقی میماند و بالاخره اینها از کمخونی شکایت میکنند، لوکیمیا و تروموسایتوپنیا شکایت میکنند و بالاخره این به شکل وقتی که بر نزد مریضان معاینات داده میشد بسیار شکل پیشرفته این امراض در نشان با او موجود میباشد. از همه خاطر است در نزد این مرضان ضعیفی به وجود میاد، خونریزی هایی چون در این مرضان تشوشات خونریزی ایجاد میشد، بنان خونریزی های معده مایع ممکن است در نزد اینها وجود داشته باشد، هیماپتیزس وجود داشته باشد، میلانا وجود داشته باشد، یعنی خون از دهنش بیاید یا خون از طریق مقعدش بیاید شاید وجود داشته باشد. و همچنان وقتی که در صورت که مریض کالازار داشته باشد و همراهش یک انتان دیگر اضافه شود، یعنی مریض در عین زمان کالازار دارد و همراهش یک مریضی دیگر انتانی علاوه می شود، مثلا مریض چیمی تریپانوزوما می گیرد یا مریض سلیپینگ چی می گیرد خواب افریقایی میگیریش یا کدام مرض دیگر برش علاوه میشه، یا زردی میگیریش یا قلبش کدام خراب میشود در این صورت، یا کدام پارازیت دیگر چی میکنند مداخله میکنند در این صورت، خطر این مرض دوچند شده و بالاخره
بدون تداوی این مرض کشنده می باشد. یعنی وقتی که یک به این مرض یک مرض دیگر اگر علاوه شود، خطر این مرض دو چند می شود و بالاخره نشان به زودترین فرصت از بین می برد. اینجا شما ببینین ای از مرض چی آمده است اینجا؟ لشمانیا است، اصواری که پکچر در اینجا آمده است، این سلاید ما باید پس اونجا ببرم. این مرض لشمانیا است که شما ببینین این قسم داغات، اول این قسم یک چاپ می باشد، بعد از رو ای به این شکل تبدیل می شود و بالاخره انتشار اگر جلو از گرفته نشود تمام روی چی می کند؟ مصاب می کند و حتی می تواند نصف روی مصاب کند و داغای بسیار کلان کلان و خطرناک از خود به جا می ماند. شما در اینجا می بینین ای شخص ای اطفال شما مشاهده میکنین که اینها چی میباشد؟ این میمرض به خاطر کلازر میگن که اینجا داغکای سیاه سیاه تشکیل میشن. میبینین ای به مرور زمان جلد اینها را سیاه میشد، از بخاطر این مرض کلازر میگن و این یکی از چیز تظاهرات کلینیکیش است که من به شما نشاندم. یعنی به این شکل وقتی که داغات دیده شود شما بفهمین که این مریض چی دارد، لشمانیای دونوانی یا حشوی میداشته باشد. دیگه تشخیص لابراتواریشان که است که این کدام چی گروه ما میتونیم تشخیص لابراتواری، یعنی چه قسم ما میتونیم این مرض را تشخیص بکنیم. تشخیص لابراتواری کلازار که است معمولا توسط بایپسی تشخیص می شود، یعنی بایپسی از مخ عظم گرفته می شود، به حال گرفته می شود، از عقدات لنفاوی گرفته می شود و دیگر چی می داشتن و همچنان تچ پرپریشن گرفته می شود. تچ پرپریشن این قسم، یعنی از زخم ما از زخم کم ذره توسط کارد جراحی می تراشیم و او را بالای سلایت قرار می دهیم و بعد از اون تحت میکروسکوپ ما می توانیم که اینمی ارگانیسم در تحتشون مشاهده بکنیم. به همین شکل ما می توانیم یعنی در داخل بایپسی مخ عظم دهال عقدات لنفاوی ما می توانیم به شکل امستیگو تمی ارگانیسم مشاهده بکنیم. و همچنان می توانیم که ارگانیسم های لشمانیای دونوانی را کشت بکنیم و در کشت آنها را هم مطالعه کرده می توانیم. و نزد بسیاری از مرضان ما می توانیم که دستای سیرولوژیک را انجام بدهیم، یعنی مرض را دست دستای سیرولوژیک تشخیص بدهیم. مانند ایمونوفلورسنس غیر مستقیم است، یعنی این دایرکت می باشد. ایمونوفلورسنس ایمونوفلورسنس خودش که است یک چی می باشد، یک نوع لایت است. اینمی ایمونوفلورسنس خودش یک رقم لایت است، یعنی یک رقم چی است، روشنی است، یک رقم نور است که تحت از اون ما میتونیم این ارگانیسم را ببینیم. وقتی که ارگانیسم دیده شد او را میگیم که تست سیرولوژیک مثبت است. و همچنان میتونیم که از روی ایمونوگلوبولین جیک است نیز ما میتونیم، یعنی در معاینات خون در خون می شخص ما می توانیم که چی کنیم، غلظت ایمونوگلوبولین بلند یافت کنیم. وقتی که غلظت ایمونوگلوبولین در خون انمی انسان بلند باشد به این معنی است که در نزد این مریض ای انتان وجود داره. درست است، اما یک معیار تشخیصی نیست، یعنی تنها ما نمی توانیم بنابر بلند بودن این غلظت ای آی جی جی ما بگوییم که در نزد این مریض ای انتان وجود داره. می تواند که یعنی فعلا هم زنده است، وجود داره. می تواند که این شخص جور هم شده باشه بازم در نزدشان اینمی آی جی جی بلند باشه. یعنی وقتی که انسان جور هم میشه بازم آنتی بادی خود در خون انسان وجود می داشته باشه بر علیه این مرض. بنابراین این معیار تشخیصی نیست، ولی موجودیت انتان نشان میده. همچنین تست جلدی را هم ما میتونیم انجام بدهیم، یعنی جلدش هم میگیریم. بیشتر که براتون گفتیم تچ پرپریشن است. در تچ پرپریشن ما چی میگیریم؟ توسط کارت جراحی و ناحیه را میتراشیم. بعد از او که است اینمی کاغذهای مخصوص است و او را میمانیم چی است سلایت های مخصوص است و او را بالایش میمانیم و اینمی انتان میبینیم. ولی در چی که است در تست های جلدی که است ما میتونیم که
امی جلد همه قسمت که وخزه شده است او را بگیریم و در اونجا چی کنیم به شکل انتیجن از او استفاده بکنیم. یعنی در آنها می توانیم که پرمستگات های انتیجن را ما در اونجا پتوجن را در اونجا دریافت بکنیم. یعنی وقتی که جلدش را گرفتیم هم مقدارش را می توانیم که در آنها پرمستگات های لشمانی ها را ببینیم. از این خاطر ای خودش هم که است یک معیار تشخیصی است، یعنی یک دست بسیار خوب می باشد که زیادتر در شبخانه انتونی افغانستان هم از استفاده می شد. ولی یک گپ که هست است که تست جلدی در مرحله فعال مرض منفی باشد، یعنی وقتی که مرض به شکل فعال وجود داشته باشد این تست اگر ما بکنیم این تست منفی می باشد، یعنی پرومستیگات ها را ما دیده نمی کنیم بخاطر از که در این مرحله امستیگات ها موجود می باشد. از اما خاطر ما وقتی که مرحله پیشرفت کرد، یعنی می مرض به طرف پیشرفت کرد، در این صورت ما می توانیم که شکل چی کنیم، شکل پرومستیگات ها را باز تثبیت بکنیم و بگوییم که این تست مثبت است. یعنی وقتی که شخص اگر جورم شده باشه، مرض پیشرفت کرده باشه، سالها را در بر گرفته باشه، باید دیگه وقتی که سالها سپری شود طبعا که انسان معافیت انسان در مقابل زیب وجود میاد و بالاخره این مرض تا اندازه جور میشه. بران همه قدر که وقتی که مرض به طرف بهبودی رفته باشد در این صورت این تست هم مثبت می شود. اینجا شما ببینید که هم تست های لابراتوریش که است که شما ببینید این شکل امستیگات است که شما یه را دیده میتونید میبینید سوری پریمستیگات ها است در داخل مکروفاش ها وجود میداشت، یعنی یک سلاید خون است و بعد از او این سلاید رنگه شده است در وسط رنگ های مختلف. بنان شما میبینید این شکل پریمستیگات ها است. اینجا ببینید شما به این شکل خورد خورد نقطه نقطه مانند که این مکروباش ها است، این حجرات دفاعی وجود است که یا ربله کرده است در این وجود می داشته باشد. این نمونه خون انسان را میگیریم، او را رنگه می کنیم، در روی سلایت من دازیمش و این همی سلایت باز خشک می شه، باز تحت میکروسکوپ دمی شه. یعنی اینجا می بینید که شما این چی است؟ پرومستیگات ها است. ولی بعد که این همی اینها آزاد شده باشن، باز مثلا ما بخواهیم که در شکل در یک توته نسجی ما ببینیم، مثلا از یک یعنی مثلا مو جای لشمانیه را اگر ما بتراشیم، بیشتر با شما گفتیم در چت پرپریشن می توانیم یا در همین تست جلدی باز اینها به شکل امستگوت وجود می داشته باشن که این به شکل برگمانن و فلاجلا می داشته باشن. می بینیم به این شکل باز مشاهده می شون. اینجا میاره باز رنگ می کنیم. تداویش که است، تداوی این مرض، تداوی انتخابیش که است به خاطر این مرض کالازار که است سودیم استیبو گلوکنیت است که خودش یک مرکب اکتیبانی پنجولانس است که یک تداوی انتخابی است و مریض از این توصیه می شود و دیگه و همچنان در صورتی که مریض که است با تداوی شود به این صورت میزان و وفات که است با 5% کاهش پیدا می کند. یعنی اگر انسان تداوی درست شود در صورت میزان مرگ و میر یا وفاتش که است با 5% کاهش پیدا می کند. دیگه و همچنان وقتی که یک بار انسان به این مرض مبتلا می شود و پس دوباره جور می شود در این صورت یک معافیت دائمی در نزد این انسان به وجود می برن. این انسان یا وقتی که توسط باز توسط مگس سنفراید اینها گزیده شد، یعنی وقتی که مریض یک دفعه این مرض را سپری کرده است، کاملا جور شده است، تداوی شد، جور شد، بنابراین در نزد مریض خودش یک معافیت دائمی به خاطر جلوگیری از این مرض دوباره تشکیل می شود. وقتی که دوباره سنفرای می آید و انسان که جور شده است و رمی مکد در این سال باز باعث با وجود دادن مرض کالازار در نزدشان شدن نمی تواند. یعنی بناهن در نزد این مرضان کالازار بعد از سپری شدن یک بارگی این مرض یک معافیت دائمی در مقابل این مرض تولید می شود. انسان اگر یک بار به این مرض مصاب شده شود و جور شود دوباره به این مرض مصاب شده نمیتواند به خاطر اینکه یک معافیت تا این شخص زنده است در وجود از این شخص در مقابل مرض کالازار موجود است. دیگه آله یک مرض دیگر را میخوانیم. سر اول سر وقایع از این بحث میکنیم که چگونه میتونیم خود از این مرض وقایع بکنیم. مرض در مورد لشمانیای چی میخوانیم لشمانیای حشیب در مورد لشمانیای تروپیکال، لشمانیای مکسیکانا و لشمانیای برزیلی میخوانیم.
او را انشالله باز در لکچر دیگر می خوانیم این در سرطان زیاد نشد. آلی وقایع مرض می خوانیم از مرض کالازار چه قسم می توانیم خود وقایع بکنیم. بهترین راه و روش وقایع شمیست که خود از گزیدن مگس سنفلای ما خود نگهداری بکنیم. مگس سنفلای همو مگس ریگی است. دیگه ما خود را از مو خود را از مو نواحی که مگس در اونجا وجود دارد قسمت ما بیشتر اپیدمیولوژی ذکر کردیم از دو نواحی خود را دور نگاه بکنیم و یا خود از وخزه اگر در مناطق زندگی میکنیم از وخزه نمودن مگس خود را باید وقایع بکنیم طور که از پشخانه های استفاده میکنیم جاله ها در کلکین های خود استفاده میکنیم لباس های محافظوی بپوشیم که حشر کش داشته باشد در خودش و همچنان انسکتاسید استفاده کنیم یعنی مواد حشره کش ها و مواد دفع کننده حشره استفاده بکنیم تا که خود را از گزیدن مگس سونفلای نگهداری بکنیم و از سرایت این مرض جلوگیری بکنیم. تشکر از توجهتان. انشالله که درس فهمیده باشین. اگر بازم کدام مشکل باشد شما میتونین با ما در این در همی در کامنت سیکشن در اونجا سوال کنو بپرسید یا میتونین با ما در تلگرام با ما تماس بگیرین. انشالله که مشکلتان حل میکنم. وقتتان خوش. الله نگهدار.